کار ادامه دارد، وظایف وظایف سنگینتر و بزرگتر در راه است. باید انشاءالله بتوانند مسئولین آثار این حادثه رو که به کلی زائل کنند، علاوه بر این، این رو تبدیل کنند به یک وسیله‌ای برای اینکه این منطقه یک صفحه جدید و درخشانی رو انشاءالله در زندگی خود شروع کند و آبادانی که به اونجا داده می شود بر اثر تلاش خود مردم و همت مسئولان و همکاری هایی که فیما بین هست، انشاءالله به کلی خاطرات اندوهزای این منطقه رو زائل کند. یک مسئله، مسئله روز قدس است. این روز قدس، این حرکتی که امام بزرگوار ما اون رو آغاز کردند و به حمدالله روز به روز بهتر، سال به سال گرمتر این حرکت ادامه دارد، این یک حرکت بسیار عمیق و پرمعنایی است. این فقط یک راهپیمایی نیست، خونی است که در رگهای امت اسلامی در این روز می‌دود. علی رغم کسانی که می‌خواهند مسئله فلسطین و ملت فلسطین به دست فراموشی سپرده بشود، این مسئله رو روز به روز زنده تر می کند و همین جور خواهد بود. وظایف سنگینی بر دوش مسئولان کشورهای اسلامی است که امیدواریم خداوند همه را هدایت کند به اونچه که وظیفه اونهاست و کمک کند که بتوانند این وظایف را انجام بدهند. البته مسائل دنیای اسلام در این برهه از زمان مسائل بی‌نظیری است. این تحولاتی که اتفاق افتاده است در دنیای اسلام تحولات عجیب و تکاندهنده و تعیین کننده مسیر امت اسلامی در آینده است و امیدواریم که انشالله همچنانی که تا کنون ملت‌های این منطقه توانستند کارهای بزرگی را انجام بدند و مسئولانی کارهای شایسته‌ای انجام داده‌اند، این آهنگ رفتار همچنان ادامه پیدا کند و دشمنان امت اسلامی که روز به روز ترفندهای خود را پیچیده تر می کنند و با همه قوا، با همه توان، از همه اطراف وارد این میدان می شوند، نتوانند غلبه کنند بر همت امت اسلامی و البته نخواهند توانست انشاءالله غلبه کنند. روزگار تازه‌ای آغاز شده است، وضع جدیدی در دنیای اسلام به وجود آمده و این وضع بر روی زندگی همه ملت‌های جهان به تدریج اثر خواهد گذاشت. باش تا صبح دولتت بدمد انشاءالله و سعی کنیم در تحلیل هامون، در شناخت حوادث دچار خطا و اشتباه نشیم. بدانیم که آمریکا، صهیونیسم دشمنان امت اسلامی اند، سردمداران رژیم های جبار دشمنان امت اسلامی اند. اگر دیدیم در یک جای اونها در یک جهت قرار گرفتند، بدانیم که اون جهت جهت باطلی است، جهت غلطی است. دچار خطای در تحلیل نشیم. اونها هرگز دل برای ملت‌های مسلمان نمی‌سوزانند، هر چه بتوانند تخریب می‌کنند و اخلال می‌کنند در روندها. همین حالا همین جنجال‌هایی که اونها در واقع به راه می‌اندازند، اگر چگاه از زبان بعضی افراد غافل هم تکرار میشه، اختلافات مذهبی، اختلافات قومی، اختلافات نژادی و زبانی، اینها رو عمده می‌کنند، در حالی که در اسلام اینها نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، همه یکی هستند، همه با هم برادرند. باید
همه ما بیدار باشیم، بصیر باشیم، چشمهامون رو باز کنیم، دچار خطای تحلیل نشیم.